یکی دو تا افغان بیچاره مجله کشیده بودن و یک رادیو بود و ما هر شب او رادیو رو میشنیدیم که جنگ های تنظیم های داخلی را میگفت که در افغانستان چقدر جنگ است، چی حال است تا زمانی که طالبان آمدن. به هر صورت یک گروپ از ما خانم ها یک جای شیشتیم و گفتیم باید یک کار کنیم. بالاخره ما یک انجمن ساختیم به نام انجمن زنان افغان در جنوب کالیفرنیا. یک انجمن خیریه بود. ما کارهای فرهنگی را شروع کردیم به داخل بر افغانها، کمک ها به داخل افغانستان فرستادیم و ما چون برنامه ساز بودم در کابل، بنابراین بسیار برنامه های فرهنگی هنرمندان را پیش بردم، در قسمت اعانه جمع کردن برای افغانها کمک کردیم، ولی این کارهای ما کلش کارهای رضاکارانه بود و این کارها را ما انجام دادیم تا که یک روز فکر کردم یکی از دوستای ما آمدن به لس آنجلس یک تلویزیون خصوصی را شروع کردن و از ما تقاضا کرد که امرشان کار کنم و ما او تلویزیون البته تو نبود که برات پول میدادن، باید خودت یک اسپات، باید یک جای به تلویزیون برات میخریدی و ما یک ساعت گرفتم و یک برنامه تلویزیونی را شروع کردم. وقتی که برنامه ما شروع کردم فکر کردم که زهره یوسف که برای 20 سال دیگه زهره یوسف نبود، مادر بود، همسر بود، کار باعث میکرد برای زندگی خود، دفعتن زنده شد. پس زهره یوسف شدم. پس رفتم به تلویزیون. مجردی که شروع کردم برنامه اول، برنامه دوم، آنقدر برای ما تلفونا می آمد. او وقت مسئله فیسبوک مطرح نبود. تلفونا می آمد، ایمیل می آمد، در سراسر جهان که افغانهای ما در اروپا زندگی می کنند، در استرالیا، در کانادا، حتی در ایران، پاکستان، امر ما به تماس شدن، گفتن که ما تو را یافتیم، ما تو را یافتیم و شروع کردم به یک برنامه تلویزیونی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی. نمی خواهیم لاف بزنم، می تارین برنامه های مرا بروی یوتیوب ببینین. ما یک چالش شدم برای مردای افغان که بسیار سر سیاست گپ می زدن و اونا تصور می کردن که زنهای افغان از تحلیل سیاسی چیز نمی فهمن، اما ما تحلیل سیاسی می کردم و ما بسیار مورد علاقه مردم قرار گرفتم و یک نوع رقابت های منفی شروع شد که خب هر جایی که می رفتیم می گفتن والا برنامه زهره یوسف می بینن، چقدر آلاست برنامه زهره یوسف می بینن، اما ما را ایش ناراحت نمی کرد. ما کار خود پیش می بردم. ما خواستم که یک فرهنگ صحبت کردن و تحلیل کردن در جامعه به وجود بیارم. برای زی که بسیار یک فرهنگ تن در میان افغان ها رواج بود. افغان ها آزرده بودن. افغان ها ناامید بودن. افغان ها فکر می کردن افغانستان چیز دیگر نمیشه. اما ما خواستم این فرهنگ تغییر بدم. 10 سال برنامه تلویزیونی ما پیش بردم. بهترین سالهای زندگی ما بود در امریکا، در لس آنجلس، تا بالاخره همسر ما تصمیم گرفت که اونا به افغانستان آمدن و به پارلمان افغانستان رفتن. من هنوز آن برنامه را داشتم. من به سال 2003 به کابل آمدم. وقتی که ما به سال 2003 به کابل آمدم، از میدان هوایی کابل وقتی که به طرف شهر آمدم، ما یک شهر ویرانه را دیدم، یک شهر جنگ زده را دیدم، شب‌های تاریک کابل دیدم. من گفتم من میرم، این شهر به من تعلق نداره. من کابل را در ذهن خود همیشه داشتم که کابل مقبول، کابل آرام، کابل که شب‌های گرم تابستان و مهتابش با صدای برگ‌های درخت‌های چنار آنقدر رمانتیک بود و از دور آهنگ می‌شنیدی. گفتم نه، این کابل نیست. اما یک لحظه مکس کردم و گفتم باید واقعیت‌های تلخ افغانستان ببینم. بعد از این به سال 2005 آمدم. به سال 2005 که آمدم، من به دورترین نقطه افغانستان رفتم، به یکی از ولسوالی‌های دورافتاده غزنی. یک تاکسی کرا گرفتیم، ما و همسرم و دخترم رفتیم. شب متاسفانه موتر ما خراب شد، در جاغوری در یک هتل ماندیم. یک افغانستان آرام. اصلا از طالب خبر نبود، از بم انتحاری خبر نبود. تصادفا از رای دشت‌های مقر آمدیم به کابل. پس که از غزنی آمدیم روز دیگهش، 12 بجه شب به سرای غزنی رسیدیم. یک تاکسی گرفته به منزل خود آمدیم. من میگفتم واو، چی افغانستان آرام.
اما متاسفانه وقتی که به سال 2009 آمدم، شروع بماینداری بود و شروع ناراحتی های افغانستان. او هم گذشت، پس رفتم امریکا، پس برنامه خود پیش بردم. اما به سال 2014 که همسر ما داوود سلطانزای اونا خودشان به ریاست جمهوری افغانستان کاندید کردند که متاسفانه موفق نشدند، با رئیس جمهور آقای اشرف غنی رفتند. من تصادفاً به سال 2015 فقط برای دیدنشان آمدم که در یک ملاقات کمرای بانوی اول داشتم، اونا از من تقاضا کردند که امرایشان کار کنم. من فکر کردم که کار کنم نکنم. گفتم خوب، یک مدت عمر خود در امریکا به خدمت جامعه افغان سپری کرده، حالا که به داخل افغانستان آمدیم یک فضای نو به وجود آمده و البته 2015 افغانستان بسا شدید تغییر کرده بود. گفتم خوب، یک تجربه بسا آلا برام می باشم. از امون روز من کار آغاز کردم امرای بانوی اول تا به امروز امرایشان کار میکنم و من بسا افتخار میکنم که امرای از اونا کار کردم. برای زی که یک زن بسیار مدبر، یک زن بسیار متواضع هستن، یک زن که قلبش بسا بر افغانستان است، هم کارهای فوق‌العاده دارم. از خانم‌های افغان یک شناخت فوق‌العاده پیدا کردم، زن‌های ولایات دیدم، با ولایت افغانستان سفر کردم که در تجربه‌های زندگی ما این یک تجربه دیگه آمد که این تجربه برای من بسیار فوق‌العاده است. و من می‌خوام بگویم که بعض اوقات با جوانای افغان که من می‌بینم، با جوانایی که امرای من همکار هستن، امرایشان کار می‌کنم، وقتی که ما راجع به افغانستان گذشته گپ میزنم، اشک به چشمایشان میآید و میگن که زهره جان، شما بسا دورای خوب تیر کردین، ما با جنگ بزرگ شدیم، با مهاجرت بزرگ شدیم. و ما قلب مشکنه وقتی که یک جوان افغان بر ما میگه که بر ما دیگه امیدی نیست، اما ما براتون میگم و تعهد میکنم که افغانستان پر از امید است و پر از امکانات است. و آنقدر ما در یکی از صحبت‌هایی که خانم ساینا داشتن، یک دختر خانم جوانی که روانشناس هستن، شنیدم، برای ما آنقدر امید داد و مانند از اینا آنقدر جوانای پر استعداد در این مملکت است. تنها یک چیز مهم است، رهبریت سالم. یک جامعه را رهبریت سالم به یک جای میرسانه و هیچ وقت خود زن افغان یک مشکلی که پیدا شده، اگر ما زنها میخواییم به یک جای برسیم، باید از فرهنگ قربانی براییم. نگوییم ما بیچاره ها، ما بگوییم ما شهامت داریم، ما میتونیم و ما میتونیم که افغانستان را تغییر بدیم. ما با وجود زنها و دخترای جوان افغانی که با شرایط بسیار سخت زندگی را پشت بردن افتخار میکنم، هرچند که به اساس یک رای گیری من دختر شایسته افغانستان شدم، ولی پیش من دختر شایسته و زن شایسته افغان او زن است که در اول سوالی های دور افتاده در فقر، در بیچارگی زندگی میکنه و فرزندهای خود بزرگ میکنه و قربانی های بسیار زیاد داره. اونا زنها و دخترای با شهامت افغانستان هستند و ما باز هم از برنامه مقبول تلویزیون زن جهان سپاس میکنم. و هر انسان، فراموش نکنین که هر انسان زاده محیط خود است. هیچ انسان قاتل و جانی تولد نمیشه. تولد کل ما یک چیز است، چی در امریکا هستیم، چی در اروپا، چی در افغانستان، ولی محیط است که انسان ها را میسازد.